سرخط مهمترین های امروز. توقف خشونت طالبان، آغاز گفتگوهای صلح. چین یکی از چهار مهره کلیدی گفتگوهای صلح افغانستان از جدیت تلاش‌ها برای صلح سخن می‌گوید. پایان دادن به این خشونت‌ها و حمله‌ها نه تنها یک ضرورت است. خشم طالبان بر مردم در هنگام سربازگیری. 7 تن در گلوله‌باری طالبان در پروان زخمی شدند. ما رو 300 خانه را میگویم شما سلا بگیریم، ما سلا نمیگیریم که ما سلای طالب گرفته نمیتونیم، معجز مردم هستیم. مشکل نبرد هلمند، از فساد تا بیکفایتی فرماندهان ارتش. برخی فرماندهان ارتش در این ولایت جایگزین میشوند. یا اون قماندانایی که تبدیل شده هلمند، اونا در دیگه جای توظیف شدن، نه اونا بندی شدن، نه در احتیاط هستن، اونا کلشان در دیگه جای توظیف شدن. عملیات نظامی برای پاکسازی ولسوالی دندغوری بغلان. نیروهای امنیتی از کشته شدن کم از کم 10 طالب خبر می‌دهند. در منطقه نیازلا و در قد جریان داره. تصویر ما موفقانه به پیش رفته رئیس. و جشن 67مین سالگرد روز جمهوری. هندوستان با حضور یک مهمان ویژه قدرت نظامیش را بر رخ رقیبان کشید. سلام، خدا سلام بر شما و مهمترین ها از یک در شام سه‌شنبه خوش آمدید. من رئوف اجمل هستم. پایان خشونت و توقف حمله های طالبان هدف بنیادی نشست چهار جانبه صلح است. سفیر چین در افغانستان در گفتگوی ویژه با تلویزیون یک میگوید برای آغاز گفتگوهای رو در رو نیاز است تا جنگ های طالبان پایان یابد. سفیر چین همچنان تاکید میکند که اعضای نشست چهار جانبه صلح برای رسیدن به این هدف تمام تلاششان را انجام خواهند داد. زکریای حسنی گزارش میدهد. پس از پشت سر گذاشتن یک فصل جنگ سخت و نفسگیر، سرانجام باری دیگر در کشور گپ از صلح زده شده و تلاش ها برای به نتیجه رساندن روند آشتی ملی نیز از سر گرفته شده است. روندی که برای موفقیت آن این نشست چهار جانبه وظیفه دارد تا نقشه راه آن را ترسیم نماید. چین یکی از بازیگران اصلی این نشست، نخست از همه پایان دادن به حمله های طالبان را ضروری و اصلی برای موفقیت روند گفتگوهای صلح می‌داند. چنانچه سفیر این کشور در افغانستان در گفتگوی ویژه با تلویزیون یک میگوید پایان خشونت ها در افغانستان اصلی ترین هدفی است که اعضای نشست چهار جانبه صلح در راستای رسیدن به آن تلاش میکنند. این حمله های طالبان یک عملکرد نظامی است، لذا پایان دادن به این خشونت ها و حمله ها نه تنها یک ضرورت است، بل هدف است که ما نیز برای رسیدن به آن میکوشیم. این دیپلمات چین که کشورش از بازیگران اصلی نشست چهار جانبه صلح است، همچنان تاکید دارد که حمله های طالبان از شکل یک اختلاف سیاسی بیرون شده و ادامه این روند تنها از مردم افغانستان قربانی خواهد گرفت. حمله های طالبان دیگر از حالت یک اختلاف سیاسی بیرون شده است و به گونه قربانیان آن مردم افغانستان اند و زیان آن را نیز همین مردم میبینند. لذا الزام آور و ضروری است تا تمامی طرف های درگیر هرچی زودتر برای پایان درگیری ها به نتیجه برسند. اگرچه گام‌های نخستین برای از سرگیری گفتگوهای صلح آغاز شده، اما برخلاف گفته‌های سفیر چین که شرط موفقیت روند صلح را در پایان یافتن حمله‌های طالبان می‌داند، حمله‌های طالبان تاکنون ادامه داشته و این گروه برای نشان دادن تمایل خیش بر روند صلح هیچ نرمشی از خود نشان نداده است. با آن هم باید در انتظار نقشه راهی باشیم که اعضای نشست چهار جانبه صلح برای موفقیت روند صلح ترسیم خواهند کرد. نقشه‌ای که پس از ترسیم آن ممکن آشتی پذیری و آشتی ناپذیری طالبان نیز روشن شود. در ولایت اروزگان یک پلیس 10 تن از همکارانش را به گلوله بست و خودش از ساحه فرار کرد و به طالبان پیوسته است. اما در پروان طالبان در دره غربند با شلیک به سوی باشنده‌های محل 7 تن را زخمی کردند. مردم محل میگویند طالبان به زور می‌خواستند جوانان را مسلح سازند، اما زمانی که این خواست آنان از سوی مردم رد شد دست به اقدام مسلحانه زدند.
باشنده های ولسوالی شینوار دره غوربند هستند. جوانانی که از امر طالبان سر باز زده و به این سرنوشت روبرو شدند. روز دشمنان وطن میخواستن که با مردم فشار بیارن تا با اونا مصالح بگیرن یا چی یاد خواهد داشتن یا زود پیسه خواهد طلب کرده بودن اونا این کار بودن بودن باید بالاخره جنجال در منطقه خیسته اینا خیلی صلاح بودن باز خیر شده در خیر چهار نفر از افراد ملکی در نیتراهی پای زخمی شده شفاخانی ملکی است. بستگان این افراد هستن میگویند طالبان جوانان آنان را به دلیل حمایت از دولت به گلوله بستند. زمانی که از امر طالبان سر باز زدند به این سرنوشت روبرو شدند. طالبان با آنان گفته بودند که باید مسلح شوند و بر ضد دولت بجنگند. نفر یا گفت که بیای سلاح بگیری ما سلاح نگرفتیم. پیشوری ما کمین گرفت. باشنده های ولسوالی شینوار میگویند دولت در ساحه آنان حاکمیت ندارد و طالبان هرچی دلشان خواست انجام میدهند. فعلا دولت وجود نداره، طالب است. طالب ما 8 قبیله یک طرف است، ما 300 خانه را میگویم شما سلاح بگیریم. ما سلاح نمیگیریم که ما سلاح طالب گرفته نمیتونیم، ما عاجز مردم هستیم. فاصله ها دور از پروان در جنوب کشور یک سرباز پلیس 10 تن از همراهانش را مسموم و سپس به گلوله بسته است. این رویداد بامداد روز سه‌شنبه در ولسوالی چنارتوی این ولایت رخ داده است. سخنگوی والی اروزگان گفته است پلیس مهاجم پس از انجام این حمله از ساحه فرار و به طالبان پیوسته است. گفته وی پیکرهای سربازان به شهر ترینکوت انتقال داده شده است. به دلیل فساد و بیکفایتی فرماندهان ارشد ارتش در هلمند، ارتش افغانستان در این ولایت در حال بازسازی شدن است. معاون فرماندهی ماموریت قاطع در افغانستان میگوید پس از افزایش ناامنی و ماهان نبرد شدید در هلمند، حکومت افغانستان تصمیم گرفته تا شماری از فرماندهان ارشد ارتش در این ولایت را جایگزین کند. وزارت دفاع ملی اگرچه میپذیرد تغییرات در بخش رهبری ارتش در هلمند آمده است، اما تاکید میکند که این تغییرات از بهر بیکفایتی نظامیان نبوده، بل بر بنیاد برنامه عادی وزارت دفاع انجام شده است. اماده روسی. هلمند، ناامن‌ترین ولایت در جنوب کشور. ولایتی که از سالها بعد این سو به میدان نبرد میان نظامیان کشور و گروه‌های هراس‌افگن بدل شده است. حال اما یک جنرال ارتش ناتو ادعا کرده که پس از درگیری‌های پسین در این ولایت، وزارت دفاع شماری از فرماندهان ارشد ارتش در این ولایت را به دلیل بیکفایتی و فساد پروری جاگزین کرده است. ارتش افغانستان در هلمند در حال بازسازی و فرماندهان ارشد ارتش افغانستان در این ولایت در حال جایگزینی هستند. دلیل تغییرات و تبدیلی های آنان بیکفایتی، فساد و ناکارآمدی این فرماندهان است. این جنرال ناتو در حال بر جایگزینی های فرماندهان ارتش در ولایت هلمند تاکید می کند که به تازگی فرمانده قول اردوی 215 میوند به شمول معاون رئیس ارکان و 4 فرمانده این قول اردو تبدیل و به جای آنان افراد تازه نفس فرستاده شدند. وزارت دفاع ملی هم میپذیرد که در این روزهای پسین جایگزینی فرماندهان ارشد ارتش در این ولایت آغاز شده، اما تاکید میکند که این تغییرات به دلیل فساد پروری و بیکفایتی نیست. اونا وقت زیاد تیر کرده بودن، اونا تبدیل شدن به جاهای دیگه و به جایش قمندانای نو بر انرژی کامل و با قوت زیاد اونا رفتن در هلمند تا بتانن که از انرژی تازه اونا استفاده شوا و در هلمند وظایف خود اجرا کنه. یا یعنی اون قمندانایی که تبدیل شده هلمند اونا در دیگه جای توزیب شدن، نه اونا بندی شدن، نه در احتیاط هستن، اونا کلشان در دیگه جای توزیب هستن. برخی از نمایندگان مجلس نیز میگویند در بسیاری از موارد گزینش جنرالان و فرماندهان نظامی بر بنیاد روابط صورت میگیرد که این سبب تضعیف ارتش و آسیب رسیدن به روحیه سربازان میشود. بدون در نظر داشت تمام معیارهای گزینش، تقرر جنرالان و افسران از سطح قماندانان طولای و کندک و لوا تا قول اردو، من فکر میکنم یک از ضعف‌های جدی نیروهای امنیتی ما و خصوص در مناطقی هست که ما با او مواجه هستیم. جنگ در هلمند به یک چیز روزمره بدل شده است. شب گذشته طالبان بر پوسته های شاهراه در لشکرگاه حمله کردند. حمله ای که با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شده و سرانجام 5 طالب کشته و 7 طالب دیگر زخمی شدند. حمله تقریبا نیم ساعت دوام درلود و بعد نیم ساعت دوی سخت و تلفات سر
مخامخ شو دی منگا ویخو پولیسو او کولای شو چی دی دوی مقاومت مات که او دوی پشاو تم بی چی پر نتیجه که دوی دوی دری جسدونم پاتی دیستا چی گوره هلتا چوک نو آقا داشتا و منگا را انتقال کردلتا. هلمند پیش از این گواه شدیدترین نبردها بود. نبردهایی که سبب شد تا بخشی از این ولایت به دست طالبان سقوط کند. معاون والی پیشین هلمند دلیل سقوط برخی از ولسوالی‌های این ولایت را نبود هماهنگی در میان رهبری نظامیان این ولایت گفت و هشدار داده بود اگر به این چالش پایان داده نشود هلمند به دست طالبان خواهد افتید. در همین حال عملیات مشترک نیروهای امنیتی برای پاکسازی ولسوالی دندغوری از وجود طالبان آغاز شده است. مقام‌های محلی بغلان میگویند تا کنون 10 جنگجوی طالب کشته شدند و نیروهای امنیتی در حال پیشروی هستند. وزارت دفاع ملی میگوید نیروهای امنیتی طرح‌های عملیاتی وسیع را در زمستان هم ترتیب کردند و همکنون به شمول ولایت بغلان این عملیات‌ها در 14 ولایت دیگر نیز جریان دارد. بامداد سکوت شکن نیروهای امنیتی عملیات وسیع را برای بازپسگیری ولسوالی دندیغوری از سوی طالبان آغاز کردند. صداهای شلیک از دور دست ها به گوش می رسد. زرهدارهای ارتش در حال حرکت به سوی مواضع دشمن. توپخانه که مواضع دشمن را زیر آتش گرفته است. منطقه دندیغوری ماها پیش در یک تفاهمنامه کتبی به دشمن واگذار شد. تفاهمنامه‌ای که جنجال‌های زیادی را به همراه شد. از آن زمان تا اکنون طالبان در این منطقه نفوذ خود را گسترش و تحرکاتشان را بیشتر کردند. مقام‌های محلی در بغلان اکنون انتظار دارند که با اجرای این عملیات طالبان در این منطقه نابود شوند. عملیات به شکل بسیار موفقانه از آغازین صبح شروع شده تا کنون دشمن 10 نفر تلفات داره 3 نفر زخمی داره و این جنگ در منطقه نیازلا و در قط جریان داره. تصویر ما موفقانه به پیش رفته رئیس تا کنون ما یک سرباز زخمی داریم. دندیغوری به عنوان مرکز طالبان باشنده های بغلان را سخت نگران کرده بود. اکنون آغاز عملیات در این ساحه با استقبال گرم مردم روبرو شده است. حضر خدا ما شاهدی هستیم که عملیات در ولایت بغلان بخصوص در منطقه دندیغوری آغاز شده. همچون عملیات ها ادامه پیدا کرد تا اینکه طالب های مزدورای پاکستان ما را در ساحه امن و امنیت باشد تا ما که محصیل هستیم به درس خود مثلا رسیده کنیم درس خود به پایان برسانیم. وزارت دفاع میگوید عملیات های زمستانی در بسیاری ولایت های کشور آغاز و اجرا خواهد شد. هدف این عملیات ها سرکوب دشمن است. همین روز هم ما 22 عملیات پلان شده را در 15 ولایت کشور داریم که عملیات دندیغوری هم یکی از عملیات پلان شده است. خوشبختانه امروز صبح 6 بجه عملیات دندیغوری آغاز شده و امید است که نتایج بسیار خوب به دست بیاریم. دندیغوری در نزدیکی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان قرار دارد. نگرانی های وجود داشت. اگر حکومت برای پاکسازی این ساحه از وجود طالبان تلاش نکند، ممکن با گرم شدن هوا طالبان از این نقطه تمام عملیات هایشان را در بغلان آغاز و وضعیت امنیتی این ولایت را برهم زنند. هرچه زودتر به بنبست انتخابات در کشور پایان داده شود. فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارد که اکنون باید رئیس جمهور یک فرمان تقنینی برای شکستن بنبست اصلاحات در نظام انتخاباتی صادر کند. به باور آقای معنوی ابقای دوباره کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به نفع کشور نیست. بشیر احمد قاسانی گزارش می‌دهد. روند اصلاحات انتخاباتی به علت رد فرمان های تقنینی رئیس جمهور غنی به بنبست رسیده است. حالا همه انتظار دارند که رئیس جمهور با استفاده از رخصتی شورای ملی بار دیگر فرمان تقنینی صادر کند و اصلاحات انتخاباتی از سر گرفته شود. فرصت بسیار مناسبی است که حکومت وحدت ملی باید تصمیم خود را بگیره. نمی رخصتی های پارلمانی رئیس جمهور میتونه که یک فرمان جدید صادر بکنه، چون بدون اصلاحات هیچ انتخابات ممکن نیست. یک انتخابات با اعتبار میتونه بعد از اصلاحات برگزار شود. با اینکه ما باور ندارم که انتخابات در هر دو تاریخی را که کمیسیون و یا حکومت اعلان کرده برگزار شود، ولی سرانجام باید ما آمادگی لازم برای برگزاری یک انتخابات
شفاف، سالم و قابل اعتماد باید بگیریم. با رد فرمان های تقنینی روند کار کمیته گزینش نیز متوقف شده است. کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی نیز تلاش دارند که دوباره به کارهایشان ادامه دهند. اما رئیس پیشین کمیسیون انتخابات هشدار می‌دهد طبق قاعده دوباره کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی بار دیگر تجربه تلخ انتخابات ریاست جمهوری را تکرار خواهد کرد. واضح است که منافع کمیسیون موجوده در بقایشان است، اما با منافع کشور نیست، با منافع دموکراسی و آینده افغانستان نیست. به این دلیل باید بپذیریم که تغییر یک اصل است. رهبران حکومت وحدت ملی و مقام‌های حکومت پیشین به شدت تلاش دارند که از طریق انتخابات تا آینده نفوذ قابل توجهی در پارلمان داشته باشند. به همین منظور شماری با ایجاد مشکل در برابر اصلاحات و برخی دیگر با سرعت این روند سود خودشان را جستجو دارند. اما آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور یکی از اساسی ترین بندهای موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی است که تا هنوز عملی نشده است. ایالات متحده آمریکا 37 میلیون دلار به پروژه تقویت بهداشت در افغانستان کمک کرد. سفیر آمریکا در کابل میگوید هرچند در سالهای پسین پیشرفت‌هایی در بخش بهداشت در افغانستان صورت گرفته، هنوز کیفیت خدمات بهداشتی بسیار پایین است. در همین حال وزیر صحت عامه هشدار می‌دهد که کمک‌های خارجی ممکن تا سالهای دیگر قطع شود. سجاد محمدی. پروژه تقویت بهداشت در افغانستان به ارزش 37.9 میلیون دلار برای مدت 5 سال از سوی اداره انکشاف بین المللی آمریکا تمویل می شود. هدف از راه اندازی این پروژه تقویت بخش های منابع بشری و مالی وزارت صحت عامه، نظاممند ساختن بخش خصوصی و نیز کمک برای شناسایی منابع عایداتی داخلی گفته شده است. سفیر آمریکا در کابل دستاوردهای بخش بهداشت را در 14 سال پسین چشمگیر می‌داند، اما تاکید دارد که هنوز هم کیفیت خدمات بهداشتی بسیار پایین است و اصلاحات بنیادی در این بخش نیاز است. با وجود افزایش سریع دسترسی به خدمات اولیه بهداشتی، کیفیت این خدمات پایین است که این موضوع سبب می شود خانواده های افغانستان سالانه بیش از 285 میلیون دلار برای تداوی به خارج از کشورشان مصرف کنند. بهتر است تا از این پول برای پشتیبانی از خدمات بهداشتی در افغانستان استفاده شود. پروژه تقویت بهداشت حکومت افغانستان را در یافتن منابع مالی داخلی پایدار که حکومت را قادر به عرضه خدمات بهداشتی متوازن و مردمش بسازد کمک خواهد کرد. هدف اولی است که بتانه ظرفیت وزارت صحت عامه را در قسمت مدیریت و رهبری بهبود ببخشه و مسئولیت پذیری وزارت صحت عامه را بیشتر بسازه. یک موضوع. هدف دومش است که بتانه قوای بشری را در مجموع در سکتور صحت کمک کنه که قوای بشری مؤثر، مثمر و جوابگوی به نیازهای مردم باشه. یکی از اهداف این پروژه شناسایی منابع عایداتی داخلی برای پیشبرد برنامه‌های وزارت صحت عام است. وزیر صحت عام نگران است که ممکن کمک‌های خارجی تا سال‌های دیگر قطع شوند. از این رو این وزارت به دنبال جستجوی چشمه‌های عایداتی اش است. چشمه‌های عایداتی را به وجود بیاریم که سکتور در افغانستان 6% که دولت می‌تهی را زیاد کنیم و وابستگی را کم کنیم. به خاطر از اینکه روز به روز منابع دونور کم شده میره، شاید تا سال 2020 احتمالاً دیگه هیچ تعهد موجود نباشه. اما دولت افغانستان قادر به این باشه لااقل خدمات به مردم افغانستان را کنه. با سال دوم که 2012 است که یا 1390 در قوام شما جمهوری کردیم و تحلیل کردیم، در حدود 1.5 بیلیون دلار مصرف شده بود که بیشترین رقم از این مردم می پرداختن و تعقیب از دو تمویل کنندگان بین المللی و دولت افغانستان 1% هم می پرداختن. این پروژه در کابل و 15 ولایت دیگر به هدف بلند بردن توانایی های ریاست های کلیدی وزارت صحت عامه و نیز تطبیق معیارها در بیمارستان های خصوصی عملی خواهد شد. سرانجام بزهای میلیون دلاری از ولایت هرات پیدا شد. 9 بزی که بر بنیاد گزارش تازه بازرس ویژه آمریکا 6 میلیون دلار خریداری شده است. اما وزارت زراعت و آبیاری میگوید که با این 6 میلیون دلار مواد خوراکی برای بزها و آزمایشگاه نیز خریده شده و در حال حاضر از آنها برای نهادینه شدن صنعت کشمیره کار گرفته می شود. تعمیم شهیر با جزئیات بیشتر. نمونه از کمک های ایالات متحده آمریکا در سال 2010 میلادی. بزهای هستند که برسش چیزی کمتر از یک چرخبال نظامی خریده شدند. به هدف تغییر نسل و رنگ بزهای محلی در این فارم نگهداری می شوند.
اما تا حال با گذشت 6 سال نسل بزهای محلی تغییر نکرده است. هرچند 370 بز محلی را با آنان یک جا ساختند. اما وزارت زراعت و آبیاری درباره این که تا حال چقدر از این بزها نسلگیری شده، چه مقدار مواد خوراکی با آنها خریداری شده و بالاخره چه مفاد به صنعت کشمیره رسانده است جزئیات ندارد. یک پروژه است که نور از بز انتقال داده. در این پروژه لابراتوار شامل است. یک لابراتوار مجهزی که ارزش بیش از 500 هزار دلار ایجاد شده، تحقیق میکنه. این پروژه پرسنل داره. افرادی است که در این پروژه شامل شدن، جای بود و باشه یا طویله برای از این بزها، برای طویله بزرگی که دیگه بزها دیگه جای بجا میشه، به کرایه گرفته شده یا به اجاره گرفته شده، او ساحه ایجاد شده. کار تحقیق جریان داره. مواد خوراکی که برای بزها تهیه میشه، همه از دیگه پاس شامل از این پروژه است. مسئولیت نگهداری بزهای میلیون دلاری را یک شرکت خصوصی به عهده دارد. وزارت زراعت و آبیاری در هر دو ماه یک بار نظارت دارد. تنها مفاد بزهای ایتالیایی شمار اندک از چوچه های این بز است که در مراقبت جدی قرار دارد. ظاهرا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از طریق دانشگاه کلرادوی کشورش در تفاهم با دانشگاه هرات این بزها را از ایتالیا خریده است. تعداد بوزی که به افغانستان آمده بود 10 دانه بود، ولی یک دانه از این در مجریان وقتهای اول تلف شده و اثر مریضی و ایگه پا 9 دانه دیگه از این باقی هست. و هدف اساسی بوده که ما یک کار تحقیقاتی در بخش مولداری انجام بتیم برای تغییر همین جن بوزهای محلی ما. معمولا کرک سفید بازار بهتر داره در بازارهای جهانی و معمولا اکثرا کرک داخلی ما کرک رنگه هست. به خاطر از اینکه بتانیم همین تغییر وضعیت را انجام بدیم، این بوزا به این هدف، اکثرا بوزای تکه هست، نر هست، همینا به این هدف وارد شده بود در داخل. برای نهادی نشدن صنعت کشمیره، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نو بوز را در سال 2010 میلادی 6 میلیون دلار خریداری کرد. اما یافته های تازه بازرس ویژه آمریکا نشان می‌دهد که از این بوزها هرگز برای صنعت کشمیره کار گرفته نشده است. در گزارش سیگار آمده بود که این بزها را کشتن و گوشتشان را خوردند. صادرات گیاهان دارویی کشور به 25% افزایش یافته است. وزارت زراعت میگوید افغانستان امسال به ارزش 94 میلیون دلار گیاهان دارویی به بیرون صادر کرده که این رقم نسبت به سالهای پیش بی پیشین است. در همین حال فعالان محیط زیستی هشدار میدهند که استفاده غیر قانونی و غیر علمی گیاهان سبب انقراض نسل بسیاری گیاهان دارویی در کشور خواهد شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تاکید میکند که بارندگی‌ها در بیش از 20 ولایت کشور جریان دارد و افغانستان در سال آینده با خشکسالی روبرو نخواهد شد. اداره هواشناسی هم میگوید برفباری در دیگر ولایت‌ها به گونه عادی جریان دارد، اما در کابل استفاده از گازهای گلخانه‌ای سبب شده تا باشنده‌های پایتخت کمتر گواه بارش برف باشند. رسیدیم به پایان مهمترین هاز یک. ممنون که با ما هستید. وقتتون خوش. خدا نگهدار.